دو سال پیش اتولویویک در جزیره کوچک نروژ صدای تیراندازی شدیدی شنید و غافلگیر شد. وقتی به اینجا رسیدیم دو دختر داشتن به سمت ما شنا می کردند. به ما گفتند تیراندازی شدیدی در جزیره اوتویا باعث مرگ چند نفر شده. با قایق‌ها به آب رفتیم تا قربانیان را هرچه سریعتر از آب بیرون بیاوریم. بسیاری را دیدیم که در حال غرق شدن بودند و برخی دیگر نیز بسیار شوکه بودند. اوتو به همراه دیگر امدادگران توانستند نزدیک به 250 تن از قربانیان جوان فاجعه را نجات دهند. همه این جوانان در اردوی جوانان حزب کارگر در جزیره اوتویا حضور یافته بودند. اوتویایی که به جای بهشت تابستانی این جوانان بدل شد به جهنم. 69 تن از آنها با گلوله های تنها یک نفر از پا در آمدند. یادم هست زمانی که اولین رفت و برگشت به جزیره را تمام کردیم، به خودم میگفتم این طالبان بیشرافت، این اسلامگرایان افراطی بار دیگر فاجعه آفریدند. مطمئن بودم که مسئله با اسلامگرایان افراطی ارتباط دارد. اما حق با اوتو نبود. مثل اکثر غریب به اتفاق نروژی ها، تروریست داستان این بار یک سفید پوست نروژی و یک مخالفه دو آتشه اسلام بود. آندرس برینگ بریویک جوانان را قتل عام کرد تا کشورش را از خطر اسلام و مهاجرت نجات داد. قتل عام او پیامی داشت به دولت چپگرای نروژ. مثل همان بمبی که همان روز در اسلو منفجر شد. بریویک تندرو دولت را متهم به تساهل و تسامح با مسلمانان و مهاجران در سراسر اروپا می‌کرد. بریویک اعتقاد دارد که اروپا در زمان جنگ‌های صلیبی با مسلمانان قرار گرفته است. اما امروز نروژی‌ها تنها یک سوال در ذهن دارند. چرا نروژ؟ چرا این کشور باید میزبان یک آدم کش باشد؟ سوالی که محققان سال هاست به دنبال جوابی برای آن هستند. نکته قابل توجه تعقیب جلسات دادگاهی بریویک بود. جالب چرا که تشنه بودیم ببینیم او از چه خانواده است، چه تحصیلاتی داشته. او مدعی است که زیاد خوانده. او میگوید زیاد مطالعه کرده. اما وقتی از او درباره کتاب‌ها سوال می‌شد، او تنها رفرنس‌های اینترنتی می‌داد. وقتی هم که به مانیفستش نگاهی می‌انداختیم، متوجه می‌شدیم که از روی چند وبسایت الهام گرفته. راستگراها، تندروهای نجات پرست. این وبسایت ها خوراک اعتقادی و ایدئولوژیکی بریویک بود. رونی آلته رئیس یکی از گروه های راست افراطی در نروژ است. نام حزب او آزادی نروژ، آنطور که از نامش برمی آید، و آنطور که در وبسایت این گروه درج شده، هدف اصلی این گروه رهایی نروژ از بند اسلام است. رونی معتقد است از 200,000 نروژی مسلمان، گروهی 30 نفر از افراطیان خطرات زیادی را متوجه نروژ می‌کنند. او می‌گوید حزب مطبوعش افراطی و راستگرا نیست، چرا که هواداران بیشماری در این کشور دارد. عموماً نروژی ها با اندیشه های گروه ما هم مرامند. تنها رسانه ها هستند که سعی می کنند تصویری افراطی و تندرو از ما ارائه کنند. ما آدم های معمولی هستیم که اعتقادات پاکی داریم و عاشق کشورمان هستیم. دولت کاری برای ما نمی کند. دولت تنها تسهیلاتی را در اختیار کسانی می گذارد که کاری برای نروژ نمی کنند. و دولت هم از آنها ما به ازایی نمی خواهد. هلوار عبدل پترسون هم به دلیل دیگری از دولت نروژ گلایه‌مند است. او که به تازگی مسلمان شده میگوید سال هاست که ذهنن و روحن مسلمان است. او میگوید دولت واکنش جدی در برابر راستهای افراطی نشان نمیدهد. پیش از قتل عام اوتویا، پترسن هدفش پیوستن به گروه های جهادی بود، اما امروز میگوید تنها از راه گفتگو اینترنت میخواهد پیامش را به دنیا ارسال کند. ده سال پیش حاضر به صحبت با هیچ خبرنگاری نبودم. تلفنی هم صحبت نمی کردم. چرا که رسانه ها تنها حرفای خودشان را می زنند.
من به یکی از گروه های شهروندی محافظه‌کار و مستقل پیوستم، حتی تصمیم گرفتم مزرعه‌ای درست کنم تا در آن به تندروهای افراطی درس زندگی بدهم. اما پس از ماجرای 22 ژوئیه دیگر شانسی برای این کار ندارم. نروژ به دموکراتیک و مردم سالار بودن در اروپا شهره است. یکی از ثروتمندترین و مرفه‌ترین کشورهای جهان است. کشوری که وجود افراطی‌گری چه راست و چه چپ و چه اسلامی در آن هیچ توجیهی ندارد. حزب حاکم کارگر در این کشور پس از قتل عام بریویک همچنان اردوهای تابستانی را برای جوانان برگزار می‌کند. البته این اردوها دیگر در جزیره اوتویا برگزار نمی‌شوند. آنچه در نروژ رخ داد میتواند در تمام کشورهای جهان پیش بیاید. باید آزادانه بیاندیشیم و بپذیریم که در یک جامعه دموکراتیک وجود احزاب تندرو افراطی هم امری است طبیعی. کسانی هم که برای چند فرهنگی و آزادی اندیشه میجنگند باید از این موضوع حمایت کنند. البته در این باره باید از شعارها و سخنهای نجات پرستانه تبری جست و آن را محکوم کرد. فردی و کاترین لی دختر و خواهری را در قتل عام اوتویا از دست دادند. کاترین همراه خواهرش در جزیره بود و به شدت زخمی شد. سوال اصلی کاترین سوال بسیاری از شهروندان جهان است. چگونه ایدئولوژی می تواند جان بسیاری از انسانها را بگیرد؟ میخواستم به درون آب بپرم تا مرا نبیند، اما به آب نرسیدم. دقیقا در همین زمان تیری به پشتم خورد، ریم رو پاره کرد و از شکمم بیرون آمد. دیگر توانی نداشتم. مرا زیر نظر داشت، اما دیگر تیری نزد. همان موقع بلافاصله از هوش رفتم. بریویک باز می‌گردد و تیر دیگری به بازوی او می‌زند. مراسم مرگ خواهر او به خاطر حضور طولانیش در بیمارستان به تعویق می‌افتد. کاترین تازه پس از 2 سال غم مرگ خواهرش را با تمام وجود حس می‌کند و مرگی تراژیک که تا پایان زندگی کاترین همراه او خواهد بود. خشمگین نیستم، چرا که انرژی زیادی از من می‌گیرد. اما بیش از اندازه مایوس شدم، چرا که دولت قول‌های زیادی داده اما هیچ کدام را عملی نکرده. با نزدیک شدن به زمان انتخابات همه ما را از یاد بردند. تبدیل به سربازانی روی صفحه شطرنجشان شده ایم. بازی من می‌دهند. سپتامبر آینده اولین انتخابات نروژ پس از قتل عام اوتویا برگزار می‌شود. انتخاباتی که همچنان سایه این قتل عام بر سر آن سنگینی می‌کند.